از پیامهای خامنه ای در روز شنبه بعد از انتخابات ریاست جمهوری از جمله سال 88 خبرسازتر بوده و بر تحولات سالهای بعد هم بیشتر اثر گذاشته. خامنه ای سال 88 با وجود درخواست ابطال انتخابات و شروع اعتراضات خیابانی در روز پس از انتخابات پیام تبریک ارسال کرد که به نوعی تایید انتخابات حتی پیش از بررسی شورای نگهبان بود که یک عمل بی سابقه تا آن زمان محسوب می شود که البته دیگر خامنه ای تکرار نکرد. اما پیام او در سال 1400 و اشاره به حضور حماسی شورانگیز با وجود سردترین انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث برانگیز بود در روز رأیگیری انتخابات غیرمنتظره سال 403 خامنه ای در هنگام رأی دادن افراد مردد را تشویق کرد که تو انتخابات مشارکت کنند بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم این عراجیف به نوعی ترسیم کننده فضای انتخابات است که تنش چندانی در آن متصور نیست. عراجیف خامنی در هنگام رأی دادن در انتخابات پیشین نیز به نوعی ترسیم کننده فضای پشت پرده انتخابات بود. از جمله سخنان او در سال 88 نشانی از پیشبینی اعتراضات را داشت. او گفت ممکن است بدخواهانی بخواهند در مراکز رای تشنج ایجاد کنند. هر گونه تشنجی به ضرر صندوق‌های رای تمام خواهد شد. یعنی به ضرر آرای مردم و به ضرر مردم است. اگر کسانی خواستند چنین تشنجی ایجاد کنند خود مردم نگذارند او یک روز نیز با وجود تایید نشدن رسمی نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان و اعتراضات گسترده مشارکت بیش از 80 درصدی مردم و رأی 24 میلیونی به رئیس جمهور منتخب رو یک جشن واقعی خوند و همچنین از هواداران دیگر نامزدها خواست از هر گونه رفتار و گفتار تحریک‌آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد همواره باید شنبه پس از انتخابات روز مهربانی و بردباری باشد چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم از هر گونه رفتار و گفتار آمیز و بدگمانانه پرهیز کنند رئیس جمهور منتخب و محترم رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید یک پارچه از او حمایت کنند و به او کمک کنند بیشک این نیز امتحان الهی است که موفقیت در آن خواهد توانست رحمت متعال را جلب کند و از وزارت کشور و شورای نگهبان هم به دلیل اخلاص و امانتداری کامل تشکر کرد پس از اعتراض ها به پیام خامنه ای رسانه های اصولی نوشتن نوشتند که او در برخی دوره های قبل از جمله سال 84 و 76 هم یک روز پس از انتخابات پیام داده و پیروزی فرد منتخب را تبریک گفته بود در حالی که چند انتخاب مورد اشال این رسانه با انتخابات سال 88 قابل مقایسه نبود. سال 76 علی اکبر ناطق نوری خود به خاتمی تبریک گفته بود و در سال 84 هم با وجود انتقاد شدید مهدی کروبی در دور اول و انتقاد هاشمی در دور دوم موضوع ابطال انتخابات مطرح نشده بود. رهبر جمهوری اسلامی انتخابات دوم خرداد 76 رو حماسه تاریخی خوند و از طرفدارای خاتمی خواست موفقیت خودشون رو از کمک و هدایت الهی بدونن و در آینده هم در همه عرصه زندگی از خدا کمک بخوان. خامنه‌ای سال 80 و بعد از پیروزی دوباره خاتمی از طرفدارای انتخاباتی همه این نامزدها و کارون و امور سیاسی کشور خواست قدر این نعمت الهی رو بدونن و با متانت و رفتار خیرتمندانه از بروز هر آنچه خدا و خلق را ناخشنود میسازه جلوگیری کنند. اون بعد از پیروزی احمدی نژاد بر هاشمی رفسنجانی تو مرحله دوم نوشت با پایان گرفتن انتخابات باید هیجان و التحاب جای خود را به متانت و رفاقت و همکاری بدهد همه چه طرفداران نامزد منتخب و چه طرفداران دیگر نامزدهای محترم باید از خود ظرفیت و دانایی بروز دهند هیچ احساسی چه شادمانی و چه ناشادمانی نباید کسی را به رفتاری برخلاف شانه یک انسان متحد و خیرتمند وادار سازد وحدت ملی و رفق و مدارا تضمین کننده امنیتی امنیت کشور و خونسا کننده هر توطعه است پیام خامنه ای پس از انتخابات سال 1400 به دلیل اشاره به حضور حماسی و شورانگیز با وجود مشارکت پایین در انتخابات بحث برانگیز بود اون در پیامی به مناسبت انتخابات 1400 اعلام کرد که حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 28 خرداد صفحه درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود در میانه عواملی که هر یک بگونه می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند مناظر چشم نواز اجتماعات شما در مراکز رأیگیری در سراسر کشور نشانه آشکاری از عزم راسخ خود دل امیدوار و دیده بیدار بود این تعابیر در حالی مطرح می شد که انتخابات ریاست جمهوری 1400 با که رکورد 48 8 درصد کمترین آمار مشارکت در تمام دوره های انتخابات ریاست جمهوری در ایران را داشت و آرای باطل هم مقام دوم انتخابات را به خود اختصاص داد. سایت تابناک درباره تفاوت این پیام با پیام های قبل گفت این متن مختصرتر از متن پیام های قبلی بود. به گفته این سایت همچنین تو پیام های تقدیر و تبریک در انتخاباتی که مقارن با پایان مأموریت دولت مستقر پس از 8 سال بوده ضمن نام بردن از فرد منتخب توصیه های ضروری خطاب به او داشته و از سایر نامزدها هم برای حضور در عرصه انتخابات قدردانی کرده اما تو پیام اخیر اون برای انتخابات 1400 نامی از منتخب برنده نشد پیش از انتخابات سال 76 پیام ها و سخنان خامنه ای درباره انتخابات بیشتر کلی و در حمایت از کلیت نظام مطرح بوده رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 68 به عنوان اولین انتخابات ریاست جمهوری در دوره رهبریش نوشته بدخواهانی که با انواع وسوسه شیطانی و با بهرهگیری از کاسته ها و فشارهای ناشست از توطئه های دشمنان و جنگ تحمیلی تلاش مذبوحانه ای را به همراه همه بوخ های تبلیغاتی دشمنان برای نامید کردن مردم و خالی کردن صحنه با تمام توان آغاز کرده بودند ناکام و مایوس شدند اون تاکید کرد جای اونی که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر سر جهان اثر سر تحلیل های غلط و غیر واقعی خود و دیگران درباره ایرانند اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما رو در رفتار و موضع های ملت بزرگمون صحیح و واقع بینانه درک کنند. میتوان تصور کرد که, که پیام خامنه ای درباره انتخابات شبیه به سخنان در روز انتخابات و همچنین سخنرانی های پیش از انتخابات باشد. رهبر جمهوری اسلامی چارده خرداد برخلاف سخنرانی های سال گذشته و انتظارها به موضوع انتخابات به صورت اجمالی پرداخت هرچند او کلید واژههایی را درباره نامزدها بیان کرد او در مراسم قدیر سخنانی درباره نامزدها بیان کرد و کتهایی هم داد اما سراحتا کدهای گذشته را نداد خامنی گفت کسانی که چشمشان به خارج از مرزهاست قادر به دیدن و شناختن ظرفیت های مهم درونی و طبعا قادر به برنامهریزی برای استفاده از آنها نیستند او تاکید کرد کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی شود قدمی برداشت از ظرفیت های کشور استفاده نمی کند و مدیریت خوبی نخواهد داشت کسی که راهبرد شریعت و دین را مورد توجه قرار ندهد همکار خوبی نخواهد بود این سخنان اگرچه تعبیر به حمله به پزشکیان شد اما چندان سراحت نداشت و بازتاب جدی نیافت برخی نیز را واکنش به سخنرانی ها و اقدامات محمد جواد ظریف در دوره انتخابات دانستند سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز رأیگیری و شنبه بعد از انتخابات نمادی از تحولات سیاسی و نگاه او به فرد پیروز و چشماندازی از چهار سال آینده است اما خامنه ای هنوز سخنرانی خود را بعد از اعلام نتایج عنوان نکرده پیام های خامنه ای در شنبه های پس از انتخابات همیشه جنجال برانگیز بوده و او کدهای مخصوص خودش را به صورت خیلی مخصوص به کسانی که میدانند و میخواهند که بدانند اعلام می و راه چهرا و چاه را و خواسته های خودش را غیر مستقیم و با رمز اعلام می کند.